اطلاعیه 1462، نمایندگی منطقه جنوب آلمان. آیا امکان حق طلبی و انتقاد از دولت و دولت مردان در ایران وجود دارد؟ هر روز که می‌گذرد، بسیاری از هموطنان ایرانی از پزشک و هنرمند و شهروند عادی گرفته تا ورزشکار و کنشگر اجتماعی و مدنی یا به دادگاه فراخوانده می‌شوند یا برای اجرای حکم خود روانه زندان می‌شوند. در جایی که اختلاسگران و تبهکاران با آزادی تمام از همه امتیازات شهروندی برخوردار می‌شوند، بسیاری از افراد تحصیل کرده و بیگناه به دلیل بیان اعتقادات و اعتراض به شرایط نابسامان کشور باید راهی زندان شوند. اگر آزادی بیان و آزادی عقیده در کشورهای دموکراسی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را سرلوحه کار خود قرار دادند یک حق طبیعی است، در دولت جمهوری اسلامی ایران یک جرم است و افراد به خاطر آن از حق آزادی و بعضن حیات محروم می شوند. طبق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. پس معترضان به گرانی بنزین در آبان 98 به کدامین گناه کشته و یا در زندان هستند؟ به چه حقی شکنجه می شوند و چه کسی در قبال آنها که در زندان بر اثر فقدان خدمات پزشکی و کنترل مناسب جان می سپارند مسئولند؟ سرکوبی که در سال 1400 نیز در اصفهان تکرار شد. افرادی که برای مطالبه آب به زاینده رود آمدند، با تن و صورت زخمی از گلوله های ساچمه‌ای که نیروهای سرکوب به آنها شلیک کرده بود، راهی بیمارستان و زندان شدند. دولت جمهوری اسلامی ایران با سرکوب و شکنجه منتقدان هر روز بذر کینه شهروندان را آبیاری می کند. مادران دادخواه 1388، دیماه 1396 و آبان ماه 98، بازماندگان پرواز 752 اوکراین، بازنشستگان، کارگران، معلمان، نویسندگان، خبرنگاران، جوانان، سالمندان، یک صدا از بیرحمی و بیعدالتی می نالند. هیچ نهادی حقوق زندانیان را ضمانت نمی کند. چندی پیش بکتاش آبتین به دلیل بیماری کرونا و عدم دریافت به موقع کمک‌های پزشکی توسط مسئولین زندان در بیمارستان جان باخت. کانون نویسندگان در اطلاعیه‌ای که برای اعلام خبر درگذشت بکتاش آبتین منتشر کرد، تأکید کرد که این شاعر و فیلمساز زنده است، چون روح آزادی خواهی و ستیز با پلشتی استبداد و ستم زنده است. روح الله زم، خبرنگار و فعال سیاسی و مدیر کانال آمد نیوز بود که به دلیل افشاگری رو بوده و سپس اعدام شد. از دولتی که خشونت را از خیابان با بهانه امر به معروف و نهی از منکر شروع می کند و به صورت سیستماتیک آن را در قسمت‌های مختلف دادرسی پیاده می کند، می توان به این مهم پی برد که خود دولت می داند که منتخب مردم نیست و حالا دولت نه در خدمت مردم بلکه روبروی آنها قرار گرفته است. بنابراین ما فعالان حقوق بشر خشونت دولت جمهوری اسلامی ایران با منتقدین و معترضین و نقض ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات برای همه و ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی و مواد 18 و 19 حق آزادی عقیده و بیان را محکوم کرده و خواستار نظارت بر سیستم دادرسی ایران و توقف برخوردهای قهری و خشونت آمیز آنها هستیم.
دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.